خب امروز چی کار میکنیم؟ امروز یک پروژه کریت میکنیم. بالای نیو کلیک کنین. اینی قسم یک صفحه باز میشه. یک جا پیش میریم. خوش ما می کار بکنین. در بالا چی نوشته است؟ کریت ا نیو پروژیکت. در پایین نوشته است چی؟ سلیکت ای پی اس. قبلا ما شما خواندیم نه پیش از اینکه ما پروژه را کریت کنیم باید چی داشته باشیم؟ EPS داشته باشیم و OBS. این در این قسمت میبینید که از ما چی میخواه؟ EPS میخواه. Select the Enterprise Project Structure Level for the new project. در این قسمت کلیک میکنین. این در این قسمت باز یک EPS انتخاب میکنین. خب شما اگر EPS کریت کردین حتما در این قسمت میآید. سنجاست که هست. خب کریت کرده بودین ای پیس؟ چی بود؟ چی هست؟ با خدا؟ خب این حالی امور را انتخاب کو. شما کریت نکرده ای پیس؟ چرا؟ تا؟ ولی خب اول رازم ای پیس او بیس مو ولی یا رازم پا او بیس او پیس که تیر کتاس یا او پیس نکریت کرده اول اون از میتوان تا اینستال کن. خب بالا انترپرایز کلیک میکنین. ای پی ایس آمد. ای پی ایس از این قسمت بالا اد کلیک میکنین. کلیک کردین این خودت میل چی انترپرایز؟ ما در تو ولی چی انترپرایز تا لارسی انترپرایز نه انترپرایز پروژه استراکچر تا صحیح ده؟ بالای انترپرایز پروژه استراکچر کلیک کلیک کردین باز میرین کجا؟ اد اد که گفتین در اینجا یک ای پی ایس چی شد؟ کریت شد. این حال ای پی ایس ما یک نام میدیم به نام ای پی ایس آی دی. ای پی ایس آی دی ما شاید نام چی باشه؟ یک وزارت باشه، یک معینیت باشه یا یک ریاست باشه. اینا نوشته میکنین چی؟ MUDH. ما MUDH زیاد خوش دارم، در جای MUDH نوشته میکنم. شما هر چیزی که نوشته میکنین صحیح؟ باز در یک قسمت نامش نوشته میکنین صحیح؟ نوشته کنین، من تیار دارم. شما نام نوشته کنین، نام ای پی ایس. ای پی ایس آی دی را انتخاب کنین و ای پی ایس نیم نیم مثلا موحید کنه ام او ایچ ای منیستری آف هایر ایژوکیشن، ام یو دی ایچ منیستری آف اربن دیولوپمنت. دست یو اول ای پی ایس آی دی انتخاب کنی اگر نوروز تا نمور تاور کنی ایتانه کیگی اگر که کنی ای پی ایس کریت که کنه هر سپتا دغه نه دراوړی کمپیوټر بل ځای نه راغلی زم بل ځای نه راځم کمپیوټر ځان سر نه راوړم ځم صحیح ده. لاندې لیکلي دغه پایین نوشته کده ریسپانسیبل منیجر. ریسپانسیبل منیجر امو او بی اس هاست که ما شما چی کردیم؟ کریت کردیم. بالایش کلیک میکنین و یک ریسپانسیبل منیجر چی میکنین؟ انتخاب میکنین. انتخاب کردین پس چی میکنین؟ کلوز شد. کلوز ای پی ایس چی شد؟ کریر شد. این حالی پس دوباره بالای
نیو میریم نیو پروژه نیو پروجکت از این قسمت ای پی ایسی را که کریت کردیم را چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. بالای هر ای پی ایسی که شما خواسته باشین بالای زمو کلیک میکنین، وقتی کلیک کردین باز سلیکت در این قسمت سلیکت سلیکت که گفتین ای پی ایس انتخاب میشه، بعد از او نیکست. در این قسمت از ما چی میخواه؟ پروژیکت آیدی میخواه. مثلا نام پروژه ما سیتی سنتر آفیس بیلدینگ است، پروژیکت آیدی ما دبل سی او بیمه ہے. صحیح است؟ شما بالای هر پروژه که در ساعت کار کردین اول آیدی شه و دوم نام مکملش انتر میکنین. صحیح است؟ نه او دلتا ده پروژه نوم ده، ما تاشتا ویلی چی مثلا یو پروژه نوم ده سیتی سنتر آفیس بیلدینگ. نه رضا مثلا در این قسمت من یک پروژه دارم که پروژه آیدی چی است؟ یه دقیقه CNBA است. در این قسمت من نوشته میکنم چی؟ پیستش میکنم. نام پروژه است چی است؟ تاسی دزانه ولی که Construction of new building for accounting school at Jangalak. یه یک پروژه است. Control C و در این قسمت پیست میکنم. گفتم شما در ساعت من کار کردین، هر پروژه کار کردین نموره پروژه آیدی شه و نامشه نوشته میکنم. نوشته کردین بعد از او نیکست. بعد از نیکست پروژیکت ستارت این این دیتس هست. در این قسمت روزی که ما بالای پلان گذاری خود یا بالای اسکیجول کار شروع میکنیم دقیقا همو تاریخ انتخاب میکنیم. مثلا امروز ما پروژه را کریت کردیم، شاید یک هفته بعد دو هفته بعد ما بالای چی؟ بالای اسکیجولنگش کار آغاز کنیم. این در حقیقت تاریخ شروع پروژه نیست که پروژه در کدام تاریخ شروع میشه. پروژه را وقتی که ما اسکیجول کردیم بعد از اسکیجولینگ چی میشه؟ تاریخش باز دو وقت ما چی میکنیم؟ سلیکت میکنیم. این تاریخ چی است؟ تاریخ اسکیجولینگ است. مثلا امروز اینا ما پروژه را کریت کردیم، نه امروز تا تاریخ چند است؟ تاریخ 28 یا 29 است. 29 می است. یعنی 29 می چی کرد؟ خود پرایمری را انتخاب کردنی. must finished by اگر انتخاب میکنین آپشنال است، اگر انتخاب نمیکنین گپ نیست. صحیح است؟ اگر میخواین یک تاریخ دیگر انتخاب کنین در این قسمت کلیک میکنین. اینا مثلا می 2022 است، ما 31 انتخاب میکنیم. نه حقیقی تاریخ تا خبر ورسته ده ورسته. مثلا در بالا کلیک میکنین سال 2022 است، نه یک ماه دیگر انتخاب میکنین، مثلا ماه آگوست انتخاب میکنین. یا هم در سال 2022 نیست، در سال 2023 از 24 از 25 از اینجا میتونین انتخاب کنین. صحیح است؟ بله اسکیجول هم وقت میخواینی؟ یک دفعه مستقیم اسکیجول نمیشه. ما از فینش بایم اگر انتخاب میکنین اونا خوب، اگر نمیکنین گپ نیست. Next responsible manager را میخواه. Identify the responsible manager. Who is the responsible manager? حتما شما
یک نفر یک ریاست یا یک چیزی کریت کردین، نه اندر چی؟ اندر او بی ایس امورا انتخاب میکنین. مثلا ام یو دی ما یک کریت کردیم، یا شما به یک نام دیگه کریت کردین، اضافه کردین، امورا انتخاب میکنین. صحیح است؟ بالایش کلیک میکنین، کلیک کردین سلیکت، سلیکت کردین، ریسپانسیبل منیجر چی شد؟ انتخاب شد. بعد از او نیکست. بعد از نیکست در این قسمت ما ریت تایپ داریم. در حقیقت ما 5 نوع ریت تایپ داریم که در بخش وظیفه ریت تایپ چی هست؟ در بخش رول و ریسورسز اینا را میخوانیم. فعلا در این قسمت چی را انتخاب میکنین؟ استاندارد ریت انتخاب میکنین. صحیح است؟ نیکست. پینزه نوادی کنه صرف استاندارد انتخاب که وست پاره کفایت کهی. دلتا دا غدا منگ تاوی چی کنگراتولیشنز پروزه چیه سو؟ کریت سو. فنش؟ فنش. اینه دا ای قسمت یک پروژه چی شد؟ اضافه شد. ما ای پیس انجینرینگ کنسترکشن انتخاب کده بودم. زیر انجینرینگ کنسترکشن با نام کنسترکشن آف نیو بیلدینگ فور اکاونتینگ سکول از جنگلک دا ای قسمت اضافه شد. صحیح است؟ از شما اضافه شد؟ بله؟ پایین او را اگر به اساس پروژیک آیدی بخوایی اینجا بالای پروژیک آیدی کلیک میکنی. صحیح است؟ اگر به نام بخوایی به نام به اکتیویتی بخوایی به اساس اکتیویتی دیگه سارت میشه. صحیح است؟ این اما به پروژیک آیدی به اساس پروژیک آیدی نظم اول آمد. صحیح است؟ او مشکل نداره. فهمیدین که چه قسم یک پروژه کریت می شود؟ خوشو؟ بله؟ او پروژه قبلی است. صحیح است؟ چرا از من ببریم؟ دل تن کده؟ بله؟ در خپل پروژه ایدیت کده دیره ده. صحیح ده؟ آقا سر کار نلرو در خپل پروژه باندې کارو کدام ډیره ده. خب این شد از بالای سی چیز ما شما کار کردیم، او بی اس، ای پی اس و پروژه. اینالی اگر از ما خواسته شوه که ما پروژه خود چی کنیم؟ اکسپورت کنیم، یا هم یک پروژه که قبلا کار شده او را ما چی کنیم؟ امپورت کنیم. بالای امپورت و اکسپورت کار میکنیم. صحیح است؟ فایل رفته اکسپورت. در اینجا ما چند نوع فرمت داریم. فرمت پرایماویرا پی ام است، پرایماویرا کنترکتور است، پرایماویرا پی سیکس و سپریدشیت است، مایکروسافت پروژیکت است، پرایماویرا پی ام اکس ای آر است. اینا اکستنشن های چی است؟ پرایماویرا است. اگر ما پرایماویرا پی ام انتخاب کنیم، فایلی که اکسپورت می شود دوباره اگر ما بالای دوبار بالای فایل ما کلیک کنیم، مستقیم در پرایماویرا چی می شود؟ باز می شود. اکس ال خو می فهمین، اکس ال که اکسل است، فایل اکسل است، اکس ام ال کاسو در چیز فایل اگر ما به اکس ام ال اکسپورت کنیم دوبار سرش کلیک کنیم میره و در کجا باز می شود؟ اینترنت، صفحه اینترنت باز می شود. خب از این قسمت ما چی را انتخاب می کنیم؟ پرایماویرا پی ام اکس ای آر انتخاب میکنین. در اینجا کس ورژنش هست، هر ورژنش اگه خوش دارین انتخاب میکنین. انتخاب کردین؟ مثلا یوش که ریلیس سوه دل تلی کلی کنه پینزل هست یوی چی لیکل های 2015 هست دقیقه که جنوری که دقیقه سوه ریلیس سوه پینزل هست. دو چه ده بیا فبروری که اته او دوچ د 2008 کال فبروري میاشت او یا ویش تمغه لیټیسټ ورژن چې دا ما غو انتخاب وسې ده. نیکست. خب د دې قسمت ما چه داریم؟ پروژه داریم. پروجیکټ اس مکمل پروژه را میخوایم، یا تنا ریسورس ها را میخوایم و یا تنا رول. خب ریسورس و رول ما نخوندیم تا ولی او را بخیر میخوانیم. صرف پروژه را چی میکنیم؟ پروژه را اکسپورت میکنیم. کدام پروژه بود؟ پروژه
city center office building ne tono city center office building a tekme kunim sahi oh ene de qismat dona asta construction of new building for accounting school rama tekna karim tono project city center office building a ma tek kardem next ik da kujo ma me khay ma me file save kunim desktop desktop save me kunim says save kabo ke save mesh khob in wali finish anu save nashda finish the export was successful close na khob in ade qismat project mo chi shod export shod etas export shod مشکل خونسته پروژه سیتی سنتر آفیس بیلدینگ را دیلیت کنین نه از پرایمویرا پروژه را که اکسپورت کردیم را دیلیت کنین پس دوباره امپورتش میکنیم سیٹی سینٹر آفیس بلڈنگ ایکسپورٹ کریم نہیں نا پروژے سیٹی سینٹر آفیس بلڈنگ ہمیں لکھ ایکسپورٹ کریم از صفحے پرامی براج قسمت دلیت کریں اینا دلیت ہمیں شب آسانی دلیت کو پروژے رکھ خوش نداری سائز دلیتش کریں کلیک کو در این قسمت دست راست تولبار دوم چی است؟ دلیت است الان غیر فعال است؟ شما هم غیر فعال است؟ حتما امو مینوی پروژه را باز نکردین مینوی پروژه را باز کنین باز شد؟ منوی پروژه شد Gracias.
Projet City Center Office Building delete kuren delete shot first in all file rafta as file chire intekhab mekunin import file primavera pm xer ma va shakli xer export karim ne bas dobara bayad amura intekhab kunim خب کار ما مثلا علی ما بالای پرامیورا در پرامیورا کار میکنیم نه چرا با ایکس ال سیف کنیم چرا فایل ایکس ال بیاریم اگر مثلا ضرورت میشوه اینو دیگه با ما ایکس ال اس ایکس ال نوشته کرد ما فایل ایکس ال میتونیم به قسمت چی کنیم امپورت کنیم صحیح است فعلا ما بالای پرامیورا کار میکنیم فایل را که ما امپورت میکنیم پرامیورا است از اون خاطر ما باید پی ام ایکس ای ار انتخاب کنیم پروژه را ما امپورت میکنیم در این قسمت فایل انتخاب میکنیم کدام فایل بود؟ EC00515 اوکی اوپن نیکست پروژه چی شد؟ امپورت شد. در کجا امپورت شد؟ در اول چرا در اول امپورت شد؟ در ای پی ایس ما وقتی که امپورت میکنیم باید ای پی ایس انتخاب کنیم. شما ای پی ایس انتخاب کردین؟ کدام زیر کدام ای پی ایس آمد؟ آفرین. هدف ما همینمی بود. اگر مثلا قبلا زیر مجموعه انجینیرینگ این کنستراکشن بود او را ما دیلیت کردم پس دوباره ای پی ایس ما انتخاب نکردم مستقیم کجا آمد زیر انترپرایز آمد صحیح انترپرایز هم کس خودش اگه ای پی ایس است وقتی که شما پروژه را امپورت میکنین باید چی کنین ای پی ایس انتخاب کنین هر ای پی ایسی را که انتخاب کردین زیر زمو ای پی ایس صحیح ای بود امپورت و اکسپورت تا این قسمت خو مشکل نداره نه خب در پایین ما چی داریم یک پروژه را انتخاب کنین بالای انتخاب صرف یک کلیک کنین بالای پروژه پایین در بتن پین پایین در بتن پین با چی انتخاب کنین؟ جنرالا صرف بالا یک پروژه کلیک خلاص اوپن نکنش نامد هیچ پروژه نیست بالا چیز در تاپ پین در تیبل هر پروژه یک پروژه را مقصد بالایش کلیک کن کلیک کردین پایین چی داریم ما بتن پین داریم در بتن پین
چرا انتخاب میکنین؟ جنرال. در جنرال باز چی است؟ اول که است پروژیکت آیدیا است. صحیح ده؟ چی است؟ پروژیکت آیدیا است. در این قسمت مثلا پروژیکت آیدیا ما چی شده؟ اشتباه شده. ما میتونیم پروژیکت آیدیا را چی کنیم؟ ایدیت کنیم. صحیح است؟ پروژیکت آیدیا را میتونین؟ ایدیت کنین. اگر میخواین ایدیت کنین، ایدیت کنین. گپی نیست. صحیح است؟ بعد از چی داریم؟ نام پروژه است. اگر نام پروژه را میخواین ایدیت کنین، ایدیت کرده میتونین. بعد از او ستیتوس هر اکتیویتی است که در این قسمت ما چرا انتخاب میکنیم؟ اکتیف ها. بعد از او ریسپانسیبل منیجر است. به هر پروژه ما یک منیجر را چی میکنیم؟ اساین میکنیم. بعد از او ما چی داریم؟ چک آوت ستیتوس داریم و چک این داریم. چک آوت چک این با چی مانا؟ چک آوت هم اگزاکتلی لایک چیز است، اکسپورت است. صرف فرق بین چک آوت و اکسپورت چی است؟ وقتی که ما یک پروژه را اکسپورت کنیم، پروژه اکسپورت می شود، ولی در این حال ما می تونیم بالای از اون پروژه چی کنیم؟ در پرایمری کار کنیم. اگر ما بخوایم که چک آوت کنیم، پروژه مثل اکسپورت واری چک آوت می شود، ولی ما کار کرده نمی تونیم، پروژه چی می شود؟ لاک می شود. پروژه را ما مثلا چک آوت میکنیم، روان میکنیم با مثلا اگر آمر بخواد این کار کنه با رئیس روان میکنه، رئیس میگیره یگان تغییرات میاره، تغییرات کاورد کارش خلاص شد، پس پروژه را چی میکنه؟ روان میکنه با آمر. آمر این پروژه را میگیره چک این میکنه. وقتی که چک این کرد تمام تغییرات را که رئیس آورده، پس او دوباره چی میشه؟ اضافه می شود. و وقتی که چک این کرد باز چی می شود؟ امو لاکش از بین می رود. پروژه عامر هم می تونه که بالای پروژه پس دوباره کار شروع کنه. اکسپورت هم چه رقم که این اگزاکتلی هم آغسی کی صرف فرق داده چی چک آوت مو ولی پدغه کم کمپیوتر که چې موږ کار کوو په دغه کمپیوتر کې دا پروژه لاک کیږي، بیا دې کې موږ کار نشو کولی. صحیح ده؟ اوس مثلا دلته لاندې چک آوټ هم انتخاب کړه. یس، دلته دغه سه چک آوټ بای هو؟ بای اډمن. او تاریخ هم دغه دلته واخیست چې په دغه تاریخ کې دا چک آوټ سو. صحیح ده؟ بل چې شی لرو؟ پروژیکټ ویب سایټ یو آر ال. مثلا کچیر ته موږ دلته یو ویب سایټ اضافه کو www.chishay.com. یو ویب سایټ اضافه کړئ چې کله لانچ مو ویلې دا ځین مستقیم خلاصیږي. صحیح ده؟ اگر اینترنت داری نمی کارا بکنیم. صحیح است؟ ما هم اینترنت ندارم. غیر فالدی او نه ده صرف دغه او کچیر تا منگه لاندی و خواهی و غورو چی یا اغا اضافه کو یا ویب سایت اضافه کو یا لینک اضافه کو کلا چی پر لانچ پانده کلیک کو ده مستقیم اما اغا صفحه منگتا خلاصه ای. یک موضوع دیگه چی هست؟ موضوع پروژیکت لیولینگ است. با اساس چی است؟ اولویت بندی است. چه قسم؟ میشه یک مثال بتین؟ اگزکتلی. و یک چیزی دیگه هم است که میشه مثلا یک منیجر در این وقت بالای دو پروژه کار کنه،
یا یک انجینر است یا یک کارگر عادی است در عین وقت به دو اکتیویتی اساین شده. خب با اساس پریوریتی ما باید پرمامیرا امرای ما می کمک میکنه که ما اگر دیوریشن یک پروژه مثلا یا اکتیویتی کم باشه، هزار اکتیویتی کم بود اول امور چی میکنیم؟ کارش خلاص میکنیم. مثلا ما یک ماشین داریم، یک ماشین است و در یک روز ما دو جای کندن کاری داریم، بالای دو پروژه ما کار میکنیم. خب اول ماشین بالای باید با کدام پروژه برای کار کدام پروژه را کندن کاریش خلاص کنیم، این را ما باید بفهمیم و با اساس پریوریتی باز ما انتخاب میکنیم که اول کدام پروژه. خب بله نه ده یعنی که دوم دیگه پریوریتی دوم. اگه جا یک نوشته کنیم اول همی کار باید شوا صحیحست، دو نوشته کردیم دوم، یعنی پیش از یک کار دیگه هم هست صحیحست. ویب سایت نمی انترنت نخواد مثلا ما www.oracle دیگه خود ما تایپ کردیم www.oracle.com. دیگه چی هست؟ دیگه موضوع نوتبوک هست. وقتی ما می خواهیم به پروژه چی کنیم؟ نوت اضافه کنیم. در قسمت نوتبوک ما چی داریم؟ دو دانه تاپیک داریم، یکی دسکریپشن هست، دیگه چی هست؟ اکسیکیوتیف فیدبک هست. خب مثلا ما یک موضوعی را می خواهیم که در اینجا اضافه کنیم و او موضوع یا او تاپیک در اینجا نیست، چی کار میکنیم؟ بالای اد کلیک کنین، در این قسمت ما هر تاپیکی که مثلا می خواهیم اضافه کنین، مثلا چینج منیجمنت سلیکت، چینج منیجمنت چی شد؟ اضافه شد. یا تنها می خواهیم چینجز را اضافه کنیم، کلیک بالای چینجز اساین، اضافه شد. خب در اینجا ما چند نوع تاپیک داریم، نه هیچ نباشه 20 نوع تاپیک خواست، بازم موضوعی را که ما می خواهیم اضافه کنیم شاید در اینجا هم نباشه، چی کار میکنیم؟ کلوز میگیم، میریم با ادمین. ادمین از این ادمین کتگوریز، ادمین کتگوریز در این قسمت هم ما چی داریم؟ نوتبوک تاپیکس داریم. در اینجا تاپیک ها با ای پی ایس با پروژه دبلو بی ایس و با اکتیویتی چی میکنه؟ این تاپیک هاست. مثلا یک تاپیک با ای پی ایس اضافه شده ولی با پروژه نشده، ما میتونیم که به پروژه هم چی کنیم؟ اضافه کنیم، تک اضافه میشه صحیحست. ادمین رفته، از ادمین ادمین کتگوریز، کتگوریز که رفت این قسم یک صفحه باز میشه در اینجا نوتبوک تاپیکس. نوتبوک تاپیکس انتخاب کردین، در بالا در این قسمت ببینید نوشته است ای پی ایس. در اینجا ما پروژه را انتخاب کردیم، نه بالای پروژه کلیک کردیم و در پایین هم تاپیک هایی که مربوط پروژه می شود. در این قسمت ما هم به ای پی ایس داریم، به ای پی ایس پروژه و دبلیو پی ایس و بر اکتیویتی، بر چارش ما در این قسمت داریم. مثلا چینج منیجمنت ما به ای پی ایس نمی خواهیم، خلاص درش می کنیم صحیحست، با پروژه می خواهیم، با دبلیو بی ایس نمیگیم نباشه، با اکتیویتی هم نباشه صحیح. خب در داخل باکس ها که اگر تک کردین میایه، اگر تک نباشه نمیه، خلاص همی قدر صحیح. ما چی را اضافه کردیم با پروژه؟ چینج منیجمنت اضافه کردیم. ببینیم که چینج منیجمنت آمده نامده، این چینج منیجمنت ها ریجه بود، یک چیز دیگر اضافه میکنیم. چرا؟ بزنس بنفیتس،
هغه تیار ستاسو د پروژې لپاره. اینا د قسمت مو داریم WBS description. WBS description تنها به WBS آسان شده ولی به پروژه نیست. اگر ما ایره بخواییم به پروژه هم اضافه کنیم، اضافه کرده میتونیم. صحیح؟ زیادترش دیجا اضافه شده. کلکش باشه اضافه که کلکش. صحیح شد؟ خب هر یکیش جدا جدا خانه کاز باکس کاز. پایین ای پی اس هم داریم، پایین پروژه هم داریم، دبلیو بی اس هم داریم و اکتیویتی هم داریم. باز کردی؟ رانقه؟ رازی سنگن رازی ده قسمت نسای کو؟ در قسمت نمیبینی ای پی ایس هست پایین ای پی ایس نه. اگر میخوایی که یک بله دقا باکس که چی تک که خپل اضافه کیگی صحیح ده؟ او مثلا اینه یک چینج منیجمنت در پروژه نباشه، خب این در قسمت ما اضافه کردیم. خب این با یک پروژه چی شده؟ اساین شده و در او پروژه چی شده؟ نوت اضافه شده. از خاطر ما ایره نمیتونیم چی کنیم؟ دلیت کنیم. صحیح است؟ تانو WBS description در بخش پروژه اضافه نشده. اگر میخواین ایره اضافه کنیم اضافه میشه و دیگرهای چیز اضافه شده. صحیح است؟ کلوز. این تمام تاپیک هایی که مربوط پروژه می شود این قسمت هست. صحیح است؟ اگزیت کرایتریا را مثلا می خواهید اضافه کنید، کلیک سلیک سپانسر فیدبک هست اضافه. خب ما مثلا می خواهیم تاپیک چینجز در پروژه چینجز آمده، می خواهیم که یک چیزی اضافه کنیم، نوشته کنیم. دیگه این هر چیزی که نوشته میکنید نوشته کنیم. صحیح است؟ اوکی میگین. نه دیگه چی میشوه؟ اضافه میشوه. یا میخواین لینک اضافه کنین، لینک هم اضافه کرده میتونین، عکس میخواین، تیبل میخواین. این چیزها رو ما در روز اول خوانده بودیم. این چیزها رو میتونین در این قسمت اضافه کنین. خب اوکی میگیم. این پس ما دلیت میکنم. صحیح است؟ هدف از این بود که شما میتونین نوت اضافه کنین. تا این قسمت فهمیدین چی اضافه نمیشه؟ مودیفای کلیک کو. کلیک کردی؟ دو خانوز کار نکردیم، دو باید WBS اضافه کنیم، اکتیویتی اضافه کنیم. او صرف پروژه خالی است. صحیح؟ شد؟ چی شد؟ جور شد؟ دیگه چی داریم؟ خب همه از اینا رو نمیخوانیم، اینا رو باز اگه وقت بود با وقت میخوانیم. چیزایی که ضرور است اینا رو میخوانیم. صحیح است؟ باز چی داریم؟
ডেটস আজ বলো ডেটস ক্লিক করেন নি উনো রব ওয়াক্ত মে খনি হানুজ ইস কর না করেন বাজ সামারে চ কর করেন আজ এক তরফ আজ এক তরফ শুরু করি মজাক তরফ বখরিন না মেশা হো বলো তারিখ ক্লিক করেন ডেটস স্কেজুয়াল ডেটস সরি মনে দ পয়েন্ট চিনে বিস্তাস প্রজেক্ট প্ল্যান প্ল্যান স্টার্ট বচ্চি মন কে প্ল্যান প্রজেক্ট মো কদম তারিখ শুরু কর দে প্রজেক্ট রকে মো শুমো ক্রিয়েট কর দেম এনা প্রজেক্ট প্ল্যান স্টার্ট কদম তারিখ আজ 29 মে 2022 আজ নে ইরা মাঝে কিসমত মে তনেন কি এডিট করেন সাইজ এডিট করা মে তনেন খুব বাইরে জরুর নেই স্যার বুফামেন কাজ কুজো আমি প্রজেক্ট প্ল্যান স্টার্ট চিমন সাইজ মাস ফিনিশ বয় আম কে দম ওয়াক্ত কি মো শুম প্রজেক্ট ক্রিয়েট কর দিম আইন কিসা সাইজ ডাটা ডেটাস ডাটা ডেট বাই মন কে ওয়াক্ত বলয় প্রজা মো শুম কর শুরু কর দিম প্রজা বয়াত ওয়াক্ত ওয়াক্ত শাওয়া আপডেট শাওয়া আজ কদম তারিখ তো কদম তারিখ প্রজা আপডেট শুদা শুরু ইশা বা খত মিশা ইন্তখাব মেকনিম সাইজ ডাটা ডেট বাই মন কি আপডেট প্রজা আপডেট স্কেজুয়াল মাসালান প্রজা বলয় প্রজা কর শুরু শুদ নজর বা সাইট নজর বা কর নজর বা এক দস্তাওর নজর বা এক সবুত কি পেশ মাস মো প্রজে খুদা আপডেট মেকনিম মাসালান প্রজা রা বয়াগ হফতা আপডেট মেকনিম দয়াগ হফতা تمام کارهایی را که داشتیم به ایمان کو کارا چی شد؟ خلاص شد تکمیل شد سعیز پوینت که از اکچوال ستارت هست یعنی پروژه ما از امی روز کار چی شده؟ شروع شده اکچوال فنیش به ایمان که دمی تاریخ پروژه چی می شود؟ خلاص می شود و انتیسپیتید دیرز کسی یک چیزی خیالی است یک چیزی را که ما شما پیش بینی می کنیم شاید اکتیویتی مثلا دینی تاریخ شروع شد یا دینی تاریخ ختم شود از کجولینگ انتیسپیتن دیتس هیچ مانا نداره سیس بس از یا پیش بریم نمیگیرم پروژه ای را که پروژه ای را که ما شما نو کریت کردیم بالاش کلیک کرد من یک چیز را میگیرم پروژه است Thank you.